به نام خدا. خانم ها آقایون سلام. من عبدالله روا هستم. اینجا بگو بخنده، همه چیز حاضره تا بگید و بخندید و لذتشو ببرید به افتخار خودت. در بخش مسابقه نیستیم، داورا نیستن، کسایی که شرکت کنندن در مسابقه بگو بخند امشب نیستن، ولی جشن میگیریم با هم. خیلی هم علاوه بر شمایی که از تلویزیون ما رو میبینید مهمون ما هستن، به نمایندگی از مردم عزیز و خوشتیپ و خندان ایران. خیلی خوش اومدید، برای خودتون اختصاصی دست بزنید. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، خداوند یارو نگهدارتون. الکی میگم ادامه داره، فعلا یه کوچولو خداحافظ، بازم به افتخار خودتون. خیلی مخلصم، امیدوارم که بگو بخند و نگاه کنید. اگر که از تلویزیون میبینید که خیلی افتخار میدید، ولی ما علاوه بر اون در هر جایی که فکرشو بکنید از فضای مجازی هم صفحه داریم. آدرس اونم که الان هم من میگم هم زیر نویس میشه اینه: بگو بخند آندرلاین تیوی. مثلا تو بله یا تلویزیون میتونید تیکه های جدا شده برنامه اون با مزه هاش هم ببینید و همه جا هم برای ما نظر بذارید و صفحه هامون رو دنبال کنید و خیلی لطف میکنید. متشکرم از اینکه با بگو بخند هستید. آخیش بالاخره شرکتم رو انداختم. این شرکت مال من شد. من این شرکت رو از فرش به عرش میرسونم. همینجوری اصلا بی خودی میگیرم همه رو استخدام میکنم. میگیرم این شرکت رو میکنم بزرگترین شرکت در زمینه پرورش محافظ شخصی. آره خیلی خوب میشه. بفرمایید. ها چیه؟ چی کار میکنید اینجا؟ چی؟ آمدم استخدام دیگه. استخدام چی؟ استخدام خودت میگی محافظ شخصی استخدام. عزیزم خیلی خوش اومدید، بفهمید خواهش میکنم. کجا بفهمم؟ مزام همجا واسید دیگه، یه خود امکانات ما کمه. خب عزیزم گفتی اومدی برای استخدام. بله بله استخدام. اسم؟ اسم سهراب. سهراب. بله. نام پدر؟ رستم. رستم. بله. نام مادر؟ تهمینه. فامیل؟ شاهنامه یکم عجیب ها یکم بلش کن. خب عزیزم به من بگو با شرکت ما از کجا آشنا شدی؟ خیلی راحت بود. بذار خودم حدس بزنم. تبلیغات تلویزیونی؟ نه. تبلیغات فضای مجازی؟ نه. تبلیغات دیواری؟ نه. تبلیغات زمینی؟ نه. مزامه؟ نه. کسی به چیزی گفت؟ نه. خب از کجا؟ خیلی راحت بود. با داشتم از توی کوچه رد می‌رفتم، هوا خیلی سرد بود. خب یک دفعه مژمژم رفت. مژمژم رفت. مژمژه؟ ها مژمژه چیه؟ لرزم گرفت، سرما رفت. ها دیدم در این شرکت وای بودو اومدم بیام تو تابلوی این شرکت توجه مون رو جلب کرد. داشته باشه اون شرکت چی بود اسم شرکت؟ تغییر به اسم شرکت هم نده. با کلاسه. خیلی با کلاسه. خب شاید بخوام 50 بار اسم تو بگم. این 50 بار رو بهت میگم. متو اسمو بگم کشتنم که. ثبت نامت نمیکنم ها. واسم بوجا. چی وضعیت؟ ببین عزیزم همینا رو بذارین کنار. الان شما استخدام شرکت منی. واقعا؟ آره. خب میریم برای مراحل آموزش. مراحل آموزش. آره. اولین قدم در مرحله آموزش محافظ شخصی قضاوته. قضاوت، یعنی باید قاضی خوبی باشی. قاضی. باید فرق بین آدم بد با آدم خوب و خوب تشخیص بدی. آه ایول خوبه. خب بذار من اینجا با یه مثال برات شروع مثال بزن. مثال. فرض کن اینجا یه فروشگاه خیلی بزرگه. خب من رئیس اون فروشگاه. رئیس فروشگاه. آره همینجا رئیس اون فروشگاه هستم، رئیس این شرکت هم هستم. همش رئیس تو آره فروشگاه مال منه. خب آره. الان مثلا دزد باش. دزد خانم باشه یا آقا؟ دزد. خانم. 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 باش. اون چیه؟ کیفمه. کجا میری؟ دلم میره دیگه. خب پس برای چی هیچی ندزدیدی؟ نه خانم با شخصیت اصلا برنامه ها نیست دزدی بکن. عزیز من شخصیتو بذار کنار. آه. خیلی یواش خانم باش، بیا اینجا یه چیزی بدز برو. یواش. یواش یواش یواش. خال خال. اون چیه؟ کیفمه. کجا میری؟ دره مره. خودم
کن دیگه. بابا خودت گفتی یواش. آقا یواش هم نمیخوام اصلا. خوی. یه خانم عصبی باش بیا چیزی بدوز برو. سرعت یواش؟ سرعت تو متوسط کن عزیزم، دیگه یواش نباش. خوب. یه خانم با سرعت متوسط عصبی بیا بدوز برو. خب چه عصبی مثلا؟ آها عزیزم شما یه خانومی. خوب. شما روحیت لطیفه. وقتی فشار عصبی رو تو باید عصبی بشی. آمده دزدی مثلا فشار زندگی و اینا. آفرین باریکلا. منم رئیسم. باشه تو رئیسی. آره باش. اون چیه؟ کیفمه به تو شهاز؟ الو داداست! این مزاهمه من! بسته دیگه! تو گفتی عصبی! ای بابا نمیخوام آقا عصبی نمیخوام! تو گفتی عصبی باشه دیگه! خوشحال باش! اصلا بی خودی خوشحال باش! خب از اول بگو! از اول بگو دیگه! خوشحال باش! خوشحال باش! از اول بگو! آره! الان همچه خوشحال باش! نه! حال کنه! اون چیه؟ کیفمه! کجا میری؟ تو گفتی؟ آقا نمیخوام، من گفتم اصلا نمیخوام، دزد خانم نمیخوام. آقا تو گفتی خوشحال. آقا دزد خانم نمیخوام. خب آقا میام از اول. آقا بیا. آقا باش. چی؟ دیدی؟ آقا که کیف نداره. کیف نیستی؟ خودت گفتی کیفه. نه کیف نیست کیف. آقا چند بار تکرار کردی گفتی کیفه. خب بالا خانومه بودی آقاه. پس چی الان؟ بیلمه. با بیل اومده. برو از اول بیا. با بیل. خب. اون چیه؟ بیلمه. کجا میری؟ دره مره دیگه. خب بس بس برای چی؟ چه ندزدیدی؟ بابا این انسان شریف از سر کار داره میه با بیل. اصلا دزدی نمیکنه. آقا بیلو کلا فراموش کن. بنداز کنار بیلو. بی بیل؟ بی بیل. بیلو بنداز کنار. بی بیل. بیل انداخت شده. خب بیل. یا آقا باش بیا بدوز برو. آه خیر. اون چیه؟ ندارم چیزی ندارم. ببخشید. چیزی ندارم. استرس شدم. دوباره بیا. خب یه چیزی از من بزن برو من بفهمم. الان میام از وایس. آره. چیزی ندارم دست شما نگاه. آره آره. منم رئیسم. مرگ رئیسم. بیا بیا بزن. خلخ. بذاری بزنم. چی؟ اگه بذاری بزنم مو مثلا بزنم، اگه نذری بزنم مو مثلا بزنم. پس تو بعد بذاری بزنم که مو مثلا بزنم. نمیدونم نمیزنم. آقا ولم کن، آقا اصلا ولش کن. آخه خستم کردی. قضاوت اصلا قبول. قضاوت قبول. قضاوت قبول. میخوای یک بار جامونو عوض کنم مثلا تو رئیس باش. تو مثلا چیز باش. این فکر خوبیه. آه تو دوست. آفرین. این خیلی فکر خوبیه. خب تو دوست. آفرین. مو یاد نگرفتم من دوست. تو توی فروشگاه کار میکنی خب؟ خیلی خب من تو فروشگاه رئیس نیستی ها؟ من رئیس؟ نه نه رئیس فقط منم. باشه بابا گوشت تو خورش تو پشت باش. از اون مانیتور هم نیستی، یک کارمند ساده هم که باسده راه نمایی میکنی. خیلی خب بقید پیگیر نباش. باش آفر. الان من دوزم یا مزدی چیز میدازم. الان درستش میکنم. اوه تلویزیون چی تلویزیون قشنگی خیلی بزرگه من او دمت گرم آره دارم میبرم واقعا آره تلویزیون رو دارم میبرم بردم ای بابا تلویزیون شکستی آره تلویزیون شکست نگاه گرون بودی الان درست میشه. آخه یکی دیگه. خب باش. اوه یخچال. اوه این خیلی بزرگه دیگه. این خیلی. آره. دیام ادگام. یخچال دارم میبرم. خیلی پرزوری تو. بردم. خب برای چی نمیگی؟ ما چه؟ تمام دارو نداره تو بردم برای چی نمیگی؟ خب نه ایزه دوربین داره گرفتم سریع پیدات بکنم اشکال بابا آقا بلش کن عمر بردم یخچال رو ولش کن دزدی رو ولش کن نخوریم یخچال پدر منو با این یخچال اوخ خب من مقام یخچال باور نمیکنی چی بود اینجا؟ یخچال گذاشتی خودت گذاشتی شیشه تلویزیون شیشه تلویزیون شیشه تلویزیون شعله دیگه انگار نه ولش کن انجام نمیره آخ این چی بود؟ ای بیلمه بیلت اونجا چی کار میکنه؟ خودت گفتی بی بیل انداخت اونجا خود تو صورت آقا ولش کن واقعا دیگه قضاوت قبول قبول هم؟ قبول چند گرفتم نمره؟ ده از چند؟ بیست نه بیست بده دیگه نگفتی. بیست بده؟ ده همه داشته با رفتی بیست نمیدی ها؟ اسم شرکت نه نمیخوام اسم شرکت ولش کن آقا شرکت ولش کن چند نمره؟ بیست آفرین بیست بده عمل بیست ببین عزیزم بله میریم سراغ آموزش دوم
آموزش دوم دفاع در مقابل سلاح گرم و سلاح سرد. اوه من خوراک و میکارایه. آفرین خیلی خوبه. استاد میکارم. برو. باعث میشه خوب پیشرفت. دقیقاً. خب. ببین الان تو یه محافظ شخصی در مقابل یه آقایی داری محافظت میکنی. خب؟ کو اون آقا مثلا اونجاست. خب نیست که. خب تصور کن. باشه. آروم باشه. خب این آقا مثلا ببین من یه قاتل جانی ام. خب میخوام الان آقا رو بکشم. خب یهو میام بکشمش. خب بزن سری بزن نگاه بزن تو سرش. خب بزن خب برای چی الان اومدی این ور؟ برای که قدرت دست تو، الان تفنگ دست تو بود. تو یه محافظی، باید از اون محافظت کنی. نه اون چی نداره. خب آقا ولش کن. خب اصلا از بخش سلاح گرم فراموش کن، میریم سراغ سلاح سرد. اوف آره ببین من الان یه آدمی ام که چاقو دارم. خب سلاح سرد دارم. مطمئن آدمی؟ آره من سلاح سرد دارم. خب الان میام چیکار میکنم؟ تو رو میخوام بزنم. دیگه مقابل من دفاع شخصی خوبه اصلا. خیلی دفاع چی؟ شخصی 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 دفاع کن. دفاع خالق. نه بس آخرش شما شد. رفت تو خودم یک لحظه. از اول برو، از اول یک نگاه. ای آخر اولش خوب بود، آخرش یکم رفت تو خودم. یک سال دوباره هول کردی. ها نگاه هول کردم دوباره. میام یک بار دیگه قشنگ. بیا این بار درست. نه برو مشتی. باز رفت تو خودم. یک لحظه نگاه، زاویت عوض کن. خب زاویت باز بالا ولدم. از بالا بزن از بالا میام میزنم. اینو قول میدم قشنگ ماشی. آفرین باز نفسن من نمیخواستم بره. یه امیر بکش بیرون بزن من. خون میه، بکن تو خون میه. خوبی؟ آه خوبه. سالمی؟ آه درست. کلن اصلا دفاع در مقابله 20 سلاح گرم و سردم 15. نه اسم شرکت. نه ولش کن. باشه 20. آه 20. ببین عزیزم، گزینه آخر همه اونا رو فراموش کن. همه رو کلن بزن. یک راهی بهت آموزش میدم. این راه هر جا اجرا کنی تموم. تموم. فن آخر. فن آخر. اینجا واسه خالق. ببین بدن انسان دو تا نقطه داره. خب این دو تا نقطه، این پشت گردنه. خب یکی این بالاه. خوب. که آدمو چیکار میکنه؟ خشک میکنه. خوب. یکی این پایینه که چیکار میکنه؟ آدمو بیهوش میکنه. بعضن دیده شده که کشته. ازم دیده شده؟ نه بعضن. ها یعنی بعضی وقت ها. بعضی وقت ها. آره آفر. اینجا چیکار میکنه؟ خوش میکنه. آفر. اینجا چیکار میکنه؟ مشوره یعنی مکشه بیهوش میکنه. بعضن میکشه. بعضن میکشه. آفره. خب بیاییم دوتا نقطه رو اینجا به من نشون بده. خب کجای بالایی گفتی؟ خوش میکنه. نزنی ها. نه آفره. بالایی خوش میکنه. پایینی میکشه. نه بیهوش میکنه. بیهوش بعضن میکشه. الان بالایی خوش میکنه. نو نه فوش ندی. داری میگی په. چی شد؟ پایین. وارف. چه خوب بلندم نگاه. دمه میگم. دیدی باش کردم. گفتم مو که من با مشکی دارم اصلا. راز دادم هم چه قشن باش شدی مشکی. الهی بمیری. ها اعظم مکشه گفتی. ها. مرچی بی خود بلند شو دیگه کار نمکنه. نگاه این برگه امور امضا نکردی. ای لحظه بستید انگوشتو بده بزمت. ای بزن اینجا. دمت گم. اسم شرکت تا چی بودی؟ آفز نافز ها؟ حافظ ها؟ خداحافظ. نگاه بعدا زنگ بزن بیدار شدی. خداحافظ. خب دوستان خوش اومدین. عزیزان قراره برامون جملات معمولی موضوع به جوک بیمزه تعریف کنن و نمیدونم علارغم اینکه بیمزه است و جمله است فقط
بازم ما میخندیم. خیلی اتفاق خوبه به نظرم، چون پول میگیریم. این رو کاش البته گفتیم قبلا هم دیگه. خودتون معرفی کنید. به نام خدا معادلی جعفرآبادی و ارشیا نجیمی. کی شروع میکنه؟ دیشب تو پمپ بنزین رفتم خب، بعد همینجوری که اونجا بودم منو ببین، چه راه دور بری منو ببین، یا روح و یا آدمه. یه ظرف 5 لیتری برد، خب 6.5 لیتر توش بنزین ریخت. باورت نمیشه که من باورم نمیشه که این نویسنده داره کمدی مینویسه اینا رو به ما میده. مثلا این قرار بود جوک باشه ولی حادثه ایش و خبر نمیکنه. میدونی پنگوانا چرا همیشه بی سوادن؟ نمیدونی؟ چون همیشه تو منطقه شون برف میاد، مدرسه شون تعطیله. پنگوانه برای یه کاری میره عکاسی، به هر چی عکس میگیره سیاه‌سفید میشه، نمیدونم چرا. همین وای چی کار داریم. یه یارویی میخواسته واسه همسرش گل بگیره، بعد بهش میگه که خانم تو خودت گلی. من بخونم یه دونه یکی کنا برو برو پدر بگو ببینم پسر چند تا تک آورده ای؟ پسر با گریه جواب داد فقط دوتا. میگه از کدام درس ها؟ میگه شفایی و کتبی. وای جوک عالی. به یارو میگن من که میتونم بخندم. به یارو میگه باید سیادم به یارو میگه شنیدم آدم شدی، یه نامرده زیادی شایعه میکنم. خیلی خوب خودتو نگردشی، آفرین. به یه آدمی بوده به هر حال. آروم باش بخشید میکروفون. این حسابه؟ من بیت نمیتونم نفر. آره بگم نمیم بخندی گوش یارو. خب یارو بهش میگن که دستشویی چند بخشه؟ میگه 2 بخش مردانه. وای قطعا این نویسنده مرد بوده و شوهر خاله بوده. به چوپان دروغو میگن یه دروغ بگو، میگه من دهقان فداکارم. وای مالا سعید بود. میرن خب یه سری آدم بعد به تحقیق میکنم، بعد میفهمم به زنبورایی که از کندو محافظت میکنن میگن خسته نباشید. چقدر بد جوک میگی. انقدر سطح آرزو هم رسیده به صد دیگه، پالایش کن ندارم بگیرمش. ببین این حتی جمله هم نبود، هیچی نبود. یارو میره نوشابه بخره، بعد میگه یار اون سوپریه میگه نوشابه بیرون بده گرم دیگه اشکال نره، میزم تو نلبکی. به یارو از همینجا فهمی بینندگان رو آره ما اول راه نمایی بودیم این دارم میذاشت. ببخشید. به یارو میگم فهمیدی زرزله اومد، میگه نه روم اون ور. چند چند فکر کنم دیگه اصلا اهمیتی نداره. تو یه جمله داریم لذت میبریم. تو بگو یه جمله بگو. نخندی یه جمله بگم. خیلی دارم سعی میکنم این جمله. ما با همه چی میخندیم دیگه. یارو داشته با کلید گوشش رو پاک میکرده گردنش قفل میکنه. خیلی خوب. واقعا نمیدونم چی بگم. چی نگم. ببخشید. عود میخوام. منم عود میخوام. منم تو نه تو 30 قسمت نشنگلی بودی دیگه. ضمن عذرخواهی بریم بخش بعدی ببینیم. هر زمان قاطی کنم بدجور قاطی می کنم، مثل یک دیوانه مهجور قاطی می کنم. توی دعوا تند و تیزم غالبا در می روم، می روم تا خانه و از دور قاطی می کنم. مثل یک خرخان خرخانده فقط خر می زنم، عدل بنده موقع کنکور قاطی می کنم. اعتقاداتی قوی دارم ولی وقت سوال مطمئنم باز توی گور قاطی می کنم. من سلامیم
سلامیلای یک آهنگ را میدمم وقتی که در شیپور قاطی میکنم. موسیقی اصلا نمیدانم، خصوصا سنتی. ساز را با تنبک و تنبور قاطی میکنم. عمم منصور شاکی میشود از دست من تا که او را با عمو منصور قاطی میکنم. من شرک را با خرش با حبه انگورمان یا که با شنگور یا منگور قاطی میکنم. قافیه کلن غلط شد دوستان نازنین، من که قاطی میکنم اینجور قاطی میکنم. کرم دارم تا بیابم مزه های تازه ای، شیره را با تخم مرغ شور قاطی میکنم. شیره که گفتم نگردد فکرتان جای بدی، من فقط با شیره انگور قاطی میکنم. گربه حتی با کراهت میکند بر آن نگاه، آنچه را با شیره مذکور قاطی میکنم. میتراشم با دم ساتور چرک پام را، میتراشم با دم ساتور چرک پام را، نیمرو را با همان ساتور قاطی میکنم. رفته خارج یک دو روزی، بعد توی حرفهاش میکند هی خارجی بلغور قاطی میکنم. خورده پولم را چون میبینم که توی استوریش جوج دارد میزند تیمور قاطی میکنم. دست خود را از درون جیب مردم در بیار، مردک دیوانه منفور قاطی میکنم. گفت مردی با زنش فردا طلا هم میخریم، گفت مردی با زنش فردا طلا هم میخریم. روی اعصابم نرو بد جور قاطی میکنم. هست فردا مطمئنن بهتر از امروزمان، هست فردا مطمئنن بهتر از امروزمان، پس نکن شعر مرا سانسور قاطی میکنم. به افتخار خودت. یه دستم بزنیم به افتخار پدر مادرایی که لطف میکنن وقت میذارن مثلا بچه‌هاشون رو میارن اینجا یا یه جایی که بهشون خوش بگذره برای اونا هم بخونن. یه دستم میزنیم به افتخار اون چهار بابا یک ببخشید کات آقای طایب امید تو کاروان سرای بگو بخند هستش که داشت دست میزد. علی ها چه؟ چه؟ چیه؟ چطوره خوبی؟ ممنونم فاده بشه خوبی؟ سلامتی؟ خانواده خوبن؟ همه خوب سر تو مسیر بایستی باشیم بارده داشت؟ باشیم بار فاده ایته بشه ما اینجا سلام از اسمتون چیه؟ خوش اومدین. سلامت بشی. متشکرم. سری آشنا نشه و باشم بر عزیز. باشم بر داداش. ببین ما ضبط داریم آخه. کور خدا. به خدا ما ضبط داریم. چه کار بزرگی میکنی ضبط دارید. حالا ما خونه تلویزیون 40 اینچ داریم میایم اینجا فخر فروشی کنیم. نه. ما ضبط داریم؟ ضبط نه. یخچال داریم، فریزر داریم. بالا. حالا باز میگفتی سی دی داری میگفتم یه چیزی آقا فیلم برداری رو میگم حالا میدونم اینا رو من میکنم بیرون آقا جمع کن بفرما آقا بیا مهمونای ما هستن برای چی الان اومدین شما برای چی اومدی یعنی چی باز ما یعنی واقعا شبوید هم مرشق عزیز برای چی اومدم گنجی آبم اومدم گنج پیدا کنم نه آخه متوجه ارزان میدونم شما کارتون همه کسایی که خدمات میدن همه جا تمیز میکنن اینا عزیزن و براتون دست میزنین خیلی ممنون ولی در تصمیم من هیچ تأثیری نداره بکش کنار داداش بکش کنار آخه ببین ما یه کاری کن یه کاری کنیم آره. شما من عبدالله روا مجری دودل هستم کرم دودل نظافت چی آشنا شدیم؟ آقای خوش اومدی بفهمت نه خب چیکار کن؟ آقا چیکار کنم؟ ما اوایل کارمونه فرزن برنامه‌ریزی اشتباه شده آفرین ولی یه لحظه معذرت می‌خوام من بی‌ادبی کردم ببخشید دیگه ببخشید جان سلام کلسیم جان خوبی فاده ایده باشم من جان تو زن نیستی فرشته ای جان جان عزیز دل جان
نظافت میکنم، نون حلال در میارم برای شما، پیکاشی میکنم. بله 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 جان، دورت بگردم جان. چی؟ دوباره هوشنگ پوری کرد؟ دوباره هوشنگ پوری؟ گوشی رو بذار رو آیفون، گوشی رو بذار رو آیفون، بذار رو آقا هوشنگ. من میام داره لاب میزنم و صاف باشید. خانم رو آیفون بردار، رو آیفون بردار، خانم رو آیفون بردار. باشه باشه فاده ایتا بشه، من رو آیفون بردار دیگه. دورت پول حساب زدم برای تو. بله. پول زدم، نگران نباش، برای خود برو خرید کن، بعد بعد خرید نکن، چیز خوب بخر. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. آقا که گرفتار شدی؟ بله خانواده بودن. زنده باشن، خانومتون بودن، خواهر شمان که خانم ما. بله من زنده باشی، فدای شما باشم. سر پاره میشه مرد که... بله بفهم. نه اون یکی پارم بردار، میگم کمکاری نکن دیگه آقا. روا پاره بردار داد. آقا جفارو چرا نمیاری بالا تو؟ جفارو بیارم بالا؟ مگه مجری نیستی؟ مرتازم مجری. جفت... آقا داری پول میگیری داداش، یه پنج سان بیا بالا جان مادرت. آقا ببین بذار من ایسی به شما بگم. بفرمایید آقا بفرم. با توجه این که الان همسرتون هم تماس گرفت، بله شما هم زحمت کشیدی اینجا، خیلی هم من شلوغم، خیلی شلوغم، آفرین. آره آره. سرت هم شلوغه، خیلی گرفتارم، خیلی. یه نیم ساعت یه ساعت دیگه بیا اینجا. آفرین دمت گرم، دست و افتخار آقا کرم. خب روا دلش بیا اینجا، این دفترچه یادداشت روزانه من هستش. برنامه کاری من توی مشخص. باریکلا. نگاه کن من کلا 20 دقیقه اینجا رو باید نظافت کنم، بعد دیگه گیرم قشنگ تا نیمه شب. اینجا رو ببین، من دقیقا یه 10 دقیقه دیگه باید برم این آپارتمان آقا مصعب شون. برم اونجا 11 تا طبقه رو من 8 تاشو باید نظافت کنم. خوبه دیگه، حالا 3 تاش تمیزه؟ نه تمیز نیست. اینا شارژ ندادن، آشغال اونا رو میریزم پا در اینا. من ساختمون اعصاب نداریم ما، عبرت باشه. خب بعد دو تا چهار باید برم اردوی تیم ملی اینها. او باریکلا ورزشکار آقا کرم. نه اصلا 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 اردوی تیم ملی آنتی، اینقدر ورزش نمیدونیم چی اساسا. نه من یه رفیق دارم مراد، خب این آب میده دست ورزشکارا. آره این خیلی عشق فوتبال هم هست دیگه، اردوی تیم ملی فوتبال. بله 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 دیگه اجازه بده کارم انجام بدم. امروز اینجا رو خب یعنی چی نمیتونم امروز اینجا رو بخیال شد دیگه، نمیتونم بابا بذار کارمونو بکنم. به خدا من خودم گرفتارم، خیلی هم گرفتارم. به جان عبدالله نباشه میخوام خاطر ماشاءالله ما همش قدی آره ما اینجا انجام بدیم. بر بدم آقا کرم عزیز، من خیلی هم اتفاق خوشم اومد. زنده باشی، دست شما در بفرم. گوشی 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 جان، سلام علیکم، خوبین؟ چطوری خانم مهندس، سلامتی؟ جان ترش کن خانم مهندس. خانم مهندس من دیروز اومدم فاضله به شما رو خالی کردم. خانم خانم هر روز نیستش که، چیکار میکنی؟ این مهمونا رو که دعوت میکنی به اینا بگو بخور اینجا باشن، باقی رو ببرن خونه خودشون. نمیتونیم هر روز ماشین چو دم خونه شما باشه. باید بری. باشه خانم مهندس، من در شما بگم خداحافظ. خیلی من شلوغم. برس به کار، برس به کار. تلفن ببین جان فاضله، یه دفعه شلوغ شدم جان. جان بله سلام. خوبی آقا ترابی؟ چجوری؟ چی شده؟ نبینم استرس داری. ای بابا تو دوباره تو آسانسور گیر کردی؟ طبقه چندی؟ 16 ای؟ عیبی نداره، تصمه پاره میشه رو دو تاره نگر میداره. سری قبلی مگه پای تو نشکست؟ این یکی همینه، هم آقا آسانسور همینه، همینه. وقتی میگم بر جا به جا نکن این همینه. خدافظ آقا کرم. خدافظ خدافظ دیگه، خدا رو خوش نمیاد. خیلی شلوغم گیر کرده. ببین روا جان خیلی ش... اخ اینه ببین، اینه ببین. سلام چطوری محمود جون؟ خوبی؟ محمود فوت میگونی؟ محمود رفیقم فوتی. خب زودتر انجامش چی شده؟ یا خدا چی شده؟ آقا من چقدر تره گفتم پایین پیکنیک نشین، بیا کار داد دستتو ترکید؟ کجای تو کس گرفته؟ کجای تو کس گرفته؟ باید بره. ای بی نداره، چیزی نیست، چیزی نیست. تیک هم هر سه تاتونم تو خونه بود. نوبتی هم دیگه رو فوت کنی، نوبتی هم دیگه رو فوت کنی. آقا کرم بیا برو بهشون بگو. خنک می، من زنگ میزنم میاد اونجا، زنگ میزنم اون میاد. آره آتش نشانی میاد. نگرانم نمیتونم من. آقا ما شهر بازم چند درصد سوختگی هستی؟ بالا بالاست. ما زیر 70 نه اصلا زیر 70 نمیایم. تمام شد دیگه، 68 درصده با من نمیخواد. نمیره. نکن نکن نکن. چی شد؟ ای انگشت شستش گرفت زیر فندک، بردش 71 درصد نامرد. به ما میخوره، به ما میخوره. دیگه آفرین، برس به ما میخوره. خب ما میرسم، کاری نداری خدا. یه تای کشی دارم میام سری. نمیخواد خدا دیگه. برو جرم. خود خیلی شلوغه. سوخته طرف. بذار سری اینجا رو بسته بدارم. سوخته. آقا میگم کار دارم، من پول گرفتم. آقا من پول گرفتم. بابا یارو آتیش گرفته. آتیش بگیر. آتیش مهم‌تر یا نظافت؟ آقا نظافت مهم. آتیش مهم.
آقا کرم جانم داداش. خب باشه باش. میخوای بمونی دیگه؟ بله دیگه، اگه اجازه بدی شروع کنم. آقا کرم میخواد بمونه دیگه. آفرین. نمیره دیگه. آره بمون. مرسی. خب میگم بمون دیگه. با ما بمونم بدا. چرا باید بمونم؟ وقتی کار دارم چرا باید بمونم؟ رفت. برای چی میذارید همه بیا؟ دفعه اول خارت بشه منو دوستاد اینجا اسیر کنی. وقتی من کار دارم برای چی میگی بیا اینجا تیکاشی کنی؟ بله. چرا اصرار میکنی من بایسم؟ اشتباه شد دیگه حالا. دفعه وقت زشت هستم رفتر ده درست نیست. درست. من بیکار آدم نیستم که هی وایسا 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 وایسا. خدافظ. به افتخار خودت. نیاد یهو از اون. پیامک، خیلی خوشحالیم که به اون پیامک میدین. حتما نظرتون راجع به برنامه رو بگین. میخوام اینجا براتون بخونیم. شما الان دارید چیکار میکنید؟ تمیزکاری. بله. اون شکلات رو نخوری ها. خانم سمیرا از مشهد گفته چرا مجری پشت صحنه اینقدر جدیه، چرا نمیخنده؟ با من همش که دارم میخندم. محمد علی جان. آقای محمد علی جعفرآبادی هستم، همکار عزیزم از بازیگران بگو بخند. نظرتون راجع به ایشون چیه پس؟ من ندیدم تا حالا ایشون بخنده. یکم ناراحتم. یه مقداری. ولی فکر کنم چیز خنده داری بگی میخندین نه؟ بخور خوب بخور. ایشالله که بخنده دفعه بعدی. نفر سوم گفتن لطفاً دفعه بعد برای علاقمندان حضور خندیدی باریکلا. لطفاً دفعه بعدی برای علاقمندان حضور در مسابقه یک فراخوان سراسری بدید. ما اصلا نفهمیدیم شرایط شرکت چجوریه. بچه شما چجوری شرکت کردید؟ ما جور شرکت نکردیم که من اینجا خوابیده بودم بایان شدیم دوران استودیو. شما چطور آقای جعفر آبادی؟ بله من یادم نیست دقیقا، خیلی گذشته ازش. پارسال بود آقای، نگذشت برای شما پارسال خیلی سخت گذشته جان. الان شما یه دونه شعر فاخر بگو. فاخر؟ بله بله. دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟ بی سوادی؟ پس تو نمیخواد نتیجه گیری نمیخواد. نفر بعدی گفتن از ورزشکارا هم به عنوان مهمان دعوت کنین. چش ورزشکارا هم ورزش حرف زده. پیامک دارن گفت شما ورزشکاری؟ بله. چه ورزشی انجام میدی؟ مارپله. مارپله ورزش؟ چرا دیگه این پلا رو میری بالا میای پایین اصلا نردبون داره کار. داداش دستمال شما هم گم شده زیر درخت آلبالو دست مثلا. دستمال هم پیدا شد. بله دستتون در نکنه. نفر بعدی هم گفتن به نظرم برنامه بگو بخند بهترین برنامه شبکه 3 هست. شبکه 3؟ ای اصلا معلومه ندیده برنامه رو نگاه. شبکه 3 مگه 4 نیست؟ نه 4 چی؟ 4 بود دیگه. خبر؟ چه خبر؟ نه خبر. سلامتی؟ شبکه سلامت نه، شبکه خبر. آی فیلم مگه نبود؟ آی فیلم بود. این فیلمش درد میکنه میگه آی فیلم. ببین آی یه داستانی داشت پیش اومد. آی فیلم چی دید؟ 3 و 2 شبکه خبر یک صبح بعد آی فیلم تماشا بهم است. سلامت باشی. خود یالا. خب دوستان فرمودن که شبکه خبر مهدی از سابه گفته فکر نکنید ما نفهمیدیم برنامه‌تون پخش زنده نیست. آجی تو خیلی زرنگی. و خانم کرامت از اسلامشهر گفتن به آقایون بگید وقتی ما بگو بخن میبینیم تماشای فوتبال نداریم. مفهومه؟ همینا یکم با ملایمت بیشتر بگید چه اشکالی داره. و آخرین پیامک مهرداد 17 ساله از اصفهان گفتن سوالاتتون از مهمان خیلی ساده است. خودشون هم یه نمونه سوال سخت فرستادن و گفتن اگر در آیتم بادکنک بازی 1/3 از حجم بادکنک را باد کرده و آن را بر روی میزی به ابعاد 3x4 متر مربع قرار دهیم مساحت قسمت هاشون خورده را محاسبه کرده و بگویید چگالی هوای داخل بادکنک چجوری از طریق فشار. حاجی کنکور داری شما نه؟ چی کار میکنی؟ علی آقا بیا اینو بگیر. اینو مهمونمون رو تشویق کنید که الان تشریف میارن از بازیگرایی که خیلی باهاش خندیدید و خاطره دارید ازش. آقای کوروش معصومی. مرسی مرسی ممنونم.
خانم ها آقایان، توقع خاصی که از من ندارید اینجوری دست میزنید. نه کوروش عزیز، به به، خوش اومدی عزیز دل، بفرمایید. امیدوارم صدا بردار تو منو ببخشه، نشستم رو آشف صدا قرچی داد. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز تو خونه حضار محترم عبدالله محترم روا، و امیدوارم حال همتون خوب باشه. خیلی بچه‌هایی که یعنی افرادی که شبکه نسیم میبینن آدمای اهل دلی هن معمولا. بله. برای اینکه کسی که میزنه نسیم توقع داره که شاد بشه، ما باید بسازیم روزش و شبش و هر ساعتی میزنه اون ساعتش رو باید بسازیم. انشالله که ساعتهای خوب بزنه نسیم. دوربین من کدوم هست؟ این همه خاموشه. همش مال شماست. همش خالی نداره مگر نمیگیرتت. همه که خاموشه اینه. آره آره. ما آره. یه چراغی بالای دوربین داریم قرمز رنگه. معمولا داریم. بعضی دوربینا ندارن. وقتی اون روشن میشه الان مثلا روشنه. بهش میگیم تالی. میفهمیم که این دوربین داره ما رو میگیره. این نداره. حالا میخوام هی اسم کرین هم نیارم که بخوام بگم کرین حالا چیه؟ ولش کن. همه میدونن الان همه چی چیه. آره کرین هاشم. انقدر دیدن کرین این بازو است که اینجوری تکون میخوره. آره. خلاصه که خیلی خوش اومدی. قربونت برم. خیلی ممنون. قربون شما برم من. شاید خیلی ها چه ستیم؟ آره نزدیکیم به آره قشنگه. فقط ساعت هم با هم فرق. اونم بعد با هم عوض میکنم. آره. بازم نمیشه البته. آره. خیلی خوب. خب. کوروش فکر کنم بالای 24-5 ساله که تو کارتو شروع کردی. خیلی ها شاید مثلا چند نسل مرحوم شدن از مخاطبات تا حالا. خیلی ها نبودن. آره. که من شروع کردم خیلی هم الان جاشون خالیه نیستن و دارم ادامه میدم، ولی آره من 26 سال دقیقاً همین روزا، خوبه 5 سال دیگه پخش بشه برنامه، ولی 26 سالیه که تو این حرفه هستم. ماشاءالله 24 سال دیگه اگه استخدام بود دیگه بازنشسته میشد. بازنشست میشدم. آره ولی اون موقع هم خب یارو سن زیادی نداشت، من 22 سالم بود دیگه. البته قبلش هم یه سال و نیم هم دوبله کار کردم. اوه چه جالب. و از طریق دوبله خیلی کاملا تصادفی اومدم توی این حرفه و خوشحالم، هم خوش زندگی کردم دیگه. از اول بیشتر کارا کمدی بود؟ آره کمدی بود. اصلا من تو مدرسه بهم میگفتن صدا سیما. چرا؟ چون من همه چیزو سه بعدی تعریف میکردم. مثلا میگفتم آره یارو رو خورد به ماشین میرم اینجا تحبش. همه چیزو سه بعدی تعریف آره، میکنه. کوروش از اوناست که خیلی باحال تعریف میکنه. بعد دیگه آره زندگی متفاوتی کردم واقعا. ولی چیز بود دیگه پای خنده کلاس و مدرسه و محل خیلی و... به طرز عجیب اصلا نجور مریضی. یعنی مثلا پول یه وقتی که دیگه هیچی به ذهنم نمیرسید مثلا پول میدادم یکی یه صدایی داره مثلا به خشکترین بچه کلاس یادم اون موقع میگفتم 100 تومن میگیرم. یه معلم داشتیم دست بزن داشت، میگفتم 100 تومن بهت میدم فقط یه میو بکن. ببین سکوت مطلق بود و فکر نمیکردم این دیوانه خوشو به 100 تومن بفروشه. بس هر تو موقع 100 تومن 100 تومن بود. آره زیاد بود. بعد ببین از زیر میز 100 تومانی پاره اینجوری بهش دادم، دم بیا رضا تا گرفت گربه شد. ببین گرفت کلاس در سکوت، یعنی قشنگ صدای پشه اینجوری اینا میومد، اینا میومد همه و مثلا داره میخوره آروم بلند میکنم. استاد معلمه قشنگ قاطی بود، یه معلم هندسه داشتیم انشالله عجاست خدا نگهش داره نفرینامون نگرفته باشه. بعد آره یهو دیدم با یه صدای میاو میاو 200 تومانی کرده. ببین قشنگ آره 200 هم خودش گذاشت روش. یک صدای گفتم این گربه خر بود، این یه صدای عجیبی در آورد. یو همه گفتیم آقا فاطمی بود، این داشت میزد مثلا اینجا گرفته بود جلوی من بود. گفت فاطمی؟ بعد نگاه کرد نه امکان نداره این صدا از این درات. بعد خب ما که گفتیم دیگه نزن دیگه، آقا گفت فاطمی بود، من نبودم هیچی. بعد دلش سوخت و نزد و اینا، ولی چون درسم خوب بود معمولا قصر در میرفتم و از اون موقع من آره دوست داشتم. درست خوب بود یعنی مثلا شاید اول دوم اینا بود؟ آره درسم اصلا بهم نمیخوره ولی درسم خوب بود. پیش اومد تصادفی و رفتم دیگه بازیگر. ببین اون چیزی که آدم دلش میخواد، یه چیزی بگم خیلی ها شاید براتون پیش بیاد، اون چیزی که ته دلتون میخواد به نظرم خدا یه بارم که شده این فرصت رو بهتون میده. من برای تمام آدمای دورم دیدم هر چیزی قلبن آرزو داشتن یک بار اون فرصت بهشون داده شد. واقعا واضح باشید چی آرزو میکنید. آره میدونم. هیچ دوربینی روشن نیست. الان باز اینه.
اونم که رو به تماشای چیاست؟ قلبن یعنی اون چیزی که آدم قلبن آرزو میکنه، معتقدم یکی از آرزوهای هر آدمی حداقل برآورده میشه. کورش با کی بگو بخند میکنی معمولا؟ با دوستان، با همه. یعنی اگه ولم کنن، یعنی نگران شخصیتم نباشم، با همه بگو بخند. نگران نباش. بقیه نگران میشن، خانواده نگران شخصیتم. نه دوست داشتنی. آره ولی با همه. من با سوپرمارکتیمون بگو بخند میکنم، حالا در حد خودش. به چی درد میخوره به نظرت؟ به چی؟ همین که آدم اینا که میخندن امتیاز میشن. حال آدمایی که خوب راحت میخندن آدمایی هستند که اولا با از نظر علمی بگم واقعا بعد کرونا علمم خیلی رفته بالا، ایمنی بالاتری پیدا میکنن. وقتی تو راحت میخندی اولا روان سالمتری داری، بعد ایمنی بالاتری پیدا میکنی، آدم هورمونای راحتتر بهتری تو بدن ترشح میشه. بعد خندوندن هم همینه، یعنی من انگاه قرص بهت ویتامین بدم یا اینکه بخندونمه. اصلا تاثیر مثبت داره، هم قبول دار. کی هست که بتونه تو رو بخندونه؟ به نقطه ضعفت یه نفری باشه. نقطه ضعف ندارم، ولی مثلا تو خانوادهمون وقتی خاطرات مثلا بابام اینا عموم اینا میشینن تعریف میکنن، من واقعا میخندم. روح به درد هم شاد. آره و خیلی خانواده مخصوصا عموهای خیلی خندان، یعنی بانمکی دارم. یه خاطره بده. تجربه های عجیبی دارم. یعنی مثلا من اولین کسی که مثلا نمیدونم منو شناخت رفت زیر اتوبوس. شناخت و رفت. نه داشت، یعنی ببین من چهاره دم تئاتر شهر بودم، روز دوم عید 77 بود. خب برنامه‌مون دیشب پخش شده بود، من با یکی از دوستان رفتم تئاتر ببینیم اونجا. ببین خیابون داشتم رد می‌شدم، می‌دیدم یکی اینجا که وای این بازی که بیا. بعد فوت کرد دیگه. نه زیر اتوبوس داشت دست تکون می‌داد هنوز. باور کن اتوبوس بلند بود، یا گفت خط ویژه این رفت زیر. بعد دیدم بعد راننده پیاده شد کشیدنش خاکی. اون موقع قشنگ یارم چهارولی است، هنوز مغازه‌دارا چن لباس عید می‌فروختن، اصلا تلویزیون کسی ندیده بود. این اومد بیرون زخمی بازم ادامه میداد، ادامه میداد و من آره مثلا شرمنده نوستم واکنش چیه. بعد خیلی از اون به بعد دیگه خیلی زیاد توی ترافیک برای من بعد 3-4 بار تا حالا اتفاق افتاده. مثلا ماشین بغلیه همونجوری که رانندگی می‌کنه یهو نگاه می‌کنه، مثلا حالا تو منی مجریه یعنی چه میزنه چه آرد. نه من تو تاکسی میشستم، ببین تو تاکسی میشستم طرف، ببین چجوری بهت نشون بدم مثلا چیزم، فکر کن تو اون حواده، ببین خیره میشد به من، مثلا اینجا نشسته بود خیره میشد به من، بحالا فکر کن من اونم تو منی. خب تو یهو برگرد من رو نگاه، یهو برمیگشتم طرف رو نگاه میکرد، سه نفر میشستیم عقب. حالا من ببین مثلا نگاه کن، حالا تو جلو رو اون بر نگاه کن، ببین من اون طرف دارم مثلا، من کوروشم. خب بعد چند سه یه دو سه ثانیه برگرد من اینجور، نه وایس دو سه ثانیه جلو نگاه کن، حالا بیا بیا. یعنی من نبودم، دماغش اینجا بود بمیش. داشت به اون دستگیره نگاه میکرد. خب تابلو من میفهمم. آره آدم میفهمه. خیلی خب میدونی بعضی وقتا مردم فکر میکنن که اون اصلا هنرپیشه نمیفهمه که اینا شناختن و اینا. حال نداره. ولی انقدر ما دیگه عادت کردیم. تو سریال من یارو زده بودم بیرون، بیه خانم مسن یه بار منو زد. زدی؟ آره تو کت جادویی من رامبودو زدم، فرداش اومدم تو خیابون جمهوری راه میرفتم، یادم میسی خورد تو سرم، پوف چرخیدم با کیف خیلی جدی، خانم فیلم پق پق و هیچ کم جدا نمیکرد. بعد من نمیدونستم با یه خانم مثلا سن و سال داره چجوری از خودم دفاع کنم. آره واقعا اینجوری میگرفتم خانم فیلم. من تعزیه یه بار بازی کردم نقش عمر سعدو بهم دادن منفی دیگه، بعد اسب منو زد زمین. اصلا عمر صد نه سوار اسب هم میشد دیگه، من خیلی عشق اسب داشتم سوار شدم، منو زد زمین، هیچ کی نمیومد بلندم کنه. آره دی. آقا آره واقعا پیش میاد خلاصه. الان ولی مردم دیگه بیشتر آشنا شدن، میدونن بابا این نقشه مثلا چیز نیست، ولی باز با بازیگرای کمدی یه جوره دیگه برخورد. آره مثلا من بی نهایت بار اینو دیدم که یکی اومده کنارم، مثلا یهو دیدم بی خودی میخندن که اون که عادیه. آره. مثلا میگم بله خیلی ممنونم. ببین من یه پسرمو دارم، خوراک کار شماست، ببینش تو کار دو، خیلی دلغکه.
راز میگه میگن میگم بخیند اینقدر مسخره دلقک. آره من اینقدر آدم مسخره ای خوراک میگم ببین این خیلی کار تکنیکیه ها و بعضی وقتا بردم. آره از دور اصلا این کار خیلی از دور فرق خیلی ببین خندوندن تو جمع با خندوندن جلوی دوربین بله بسیار فرق داره. بله. به افتخار من دست بزنید. خب کوروش خیلی یه جایی تاله بوده. مرسی مرسی قربون بده. یه جایی تاله بوده که مثلا نباید اونجا میخندیدی خنده ولت نکرده. آره من ختم مادر بزرگم بود. خدا رحمت کن مادر بزرگم که داشت از دو شما بودی تو ختم مادر بزرگ. نه آخه نه بودی نه آخه اسم هر کیو مادر بزرگ منو میشناسی دوست عزیز؟ نه من پدر بزرگم فوت شده ولی من هستم. بعد آره بعد آره ختم مادر بزرگ من مادر بزرگم که از دنیا رفت ما اصولا خانوادهمون سنای خیلی بالایی دارن اینا و تو خونه تو خواب از دنیا را من میدونستیم دیگه حالش چیزه. من بیمارستان جراحی داشتم دماغم جراحی کرده بودم انحراف ها. آره پولیپ داشت. بعد آره پولیپ هم بعد واقعا اینجوری بود. بعد کوبیده بود دکتره تمام بدنم کبود بود. بعد فرداش دیدم تشییع جنازه رو که نتونستم برم. بعد که اومدم خونه شمع گذاشته بودن و خیلی فضای چیزی بود و قرآن گذاشته بودن خیلی ناراحت کننده و اینا و من آروم برای اینکه تمام اینجوری ورم که چشام ریز شده بود گونه بنفش داغون بودم تو تاریکی اومدم اینجوری نشستم بغل این خانوم دایی مامانم مثلا نزدیک 80 سالش بود. میشه خواهر برادر مرحوم. آره آره, آره. خانم برادر مرحوم. آره. بعد نشستم اونجا تو تاریکی اینم ندید داشت چای میخورد یه لحظه تو اون حالتی که چیز بود چای داشت میخورد این برگشت این برگشت منم برگشت ببین یه های ببین کل توف کرد بعد با همون حالت هم برگشت ادامه داد یه چیزی با من خیلی خندیدم اون روز و هیچی از خط مادر بزرگم یادم هنوز عذاب وجدان دارم بعد 20 سال میرم بالا سر خاکش میگم مادر بزرگ من درست نفهمیدم شما وقتی خیلی یه جایی رفته باشی من بارها این برام پیش اومده ها مثلا ما یک کنسرتی رفتیم با رامبود بود اتفاقا رامبود جوان و دوستا از دوستامون خیلی کنسرت بد بود اجرای فالج داغون عصبی ما هم باید تا آخر میشستیم اینا اومدیم بیرون من انقدر تحت فشار اصلا هم نگاه میکنن نمیشد هیچ چیزی باشه وقتی قبلش اینجوری باشی بعد معکوس میشی ببین یعنی انقدر من پرت و پلا گفتم ماشین اینجوری بود و تموم نمیشد پرت و پلا چون فشار روانی میاد بعد تخلیه که میکنی اونجا داشتی خودت آزاد میکردی ببین آزاد یعنی دقیقاً آب بخار از بعد اینجوری رامبول هم چه جوری میخنده بعد میگه نه اینو نشنیدم یه بار بعد اینجوری دیگه یه حالت چیزی خب خلاصه اینه که این حالت پیش میاد یعنی یه جایی اگر خواستید خیلی مثلا جدی باشید قبلش حسابی بگید بخندید آهنگ شاد بذار قبل خط وقتی میری تو خط یهو میبینی راحت گریهتون میگیره اینو تا حالا نشنده بودم دکتر این یه تکنیکی آره مثلا یه جاهایی واقعا این تکنیک مثلا سکانس گریه دار که من اولین بار یه بلا سر اومد خیلی دارم حرف میزنم نه ولی حرفای خوبی میزنی من یه سکانسی تو کت جادویی باید گریه میکردم من بلد نبودم اون موقع هنوز که داستان چیه گریه کردنی که حسیه خب اوکی جلوی من بهزاد فراهانی و محمد الهی برادر و پدر مثلا من بودن اونجا دیگه همدیگه رو زدن اول اون ور رو داشتن میگرفتن من شور با حس اینا گریه میکردم بعد اصلا حواسم نبود خب دیوان انرژیت خالی میشه الان دوربین رو بذارن جلوت مثلا چه خاک دوربین رو گذاشتن خب نوبت توه حالا دیگه اشک نمیومد بعد انگار صورتم سیاه و مثلا غمگین بود گفتن این همین خوبه همم وایساده بودن خدا بیامرز خانم فخری خوروش بود وایساده بود خانم نیکو خردمند وایساده بود جمشید اسماعیل خانی همه فوت شدن خدا رحمتشون آره اینا همه هم وایساده بودن چون سکانس خیلی مهم بود و من بلد نبودم و بعد تازه اونجا فهمیدم وای تو انرژی خودتو تخلیه کردی چیکار کنی و اون موقع یه اتفاق عجیبی افتاد بگم اینا بله هیچ کس نمیدونه اینو که من اونجا به شدت گریه کردم تو اون سن و سال یه نفری رو خیلی دوست داشتم بعد اون شب عروسی این آدم بود عروسیش هم 2300 متر پایین تر بود ساعتم 11 شب 11 و نیم شب بود من گریم نمی گرفت حسین لطیفی همه وایساده اون گفت خب کوروش
اوکی همه نگاه های سنگی یادم صدای بی 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 اینجوری عروسی اون بود که من همینجوری بدون که هیچی بگم همینجوری وایساده بودم شور 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 و کرک و پرشون ریخت عجب بازی کرد یعنی اصلا بغل بعد گیرم قد نمیشه حسین لطیفی گرد کورش تموم شده کات دادم نه به هیچگی هم نگفتم اولین بار بعد 25 سال دارم اینو میگم آره. یعنی انقدر اصلا و این بعدا رفتم فکر کردم پرسیدم با حامد بهداد صحبت میکردیم حامد میگفت را... یک کراش همینه ها آره بازی بازیگر... خودت فکر کن آره میگفتم آقا به یه حس معکوس باید این برسی یه چرخه‌ای داره تا برسی به اون حسه دمت گرم مرسی چقدر حرف زدم در از دو تا کلوزا بی همش خاموشه و بابا میگیرته کوروش معصومی با ما هست یه کوچولو میبین برمیگردیم شاید یه بازی هم با هم بکنیم خیلی ممنون که بگو بخند و نگاه میکنید من خدمتتون رسیدم برای این که یه انشا براتون بخونم انشایی که یه آقایی نوشته یا آقا پسر از کرج و برای ما فرستاده مربوطه به کمپین انشا خیلی از کسایی که تو مدرسه یا تو جمعایی که هستن آدمای بامزه این چه میدونم تیکه میندازن چیزای خوب میگن و بقیه میخندن بسیارشون از نظر ما و خب شما هم میدونید استعدادایی هستن که بعداً میتونن وارد هنر بشن وارد نوشتن بشن و بقیه رشته ها ما به نظرمون میاد که اینجا شاید یه راهیه برای اینکه اینا بتونن دیده بشن شنیده بشن و پیشنهادمون اینه شما اگه کسی میشناسید که این مشخصاتو داره یا خودتون جزء این دسته هستید انشا بنویسید با هر موضوعی فقط کمدی و طنز باشه برای ما بفرستید خیلی حتی ممکنه سنشون از مدرسه گذشته باشه ولی میتونن خودشونو تصور کنن در حالی که دارن یه انشا برای ما مینویسن حالا انشای این آقا رو بشنوید این انشا رو فقط عمو بخونه سلام عمو روا خوبی دلم برات تنگ شده زنگ بزن بیام اونجا ببینم راستی اون لباس زرده رو دیگه نپوشید آخه خواهرم میگه شبیه کارتون مینیون ها میشید خواستم از برنامه خوبتان تشکر کنم مخصوصا از دایی حمید قرار بود تو برنامه شما شرکت کنه ویدیو هم فرستاد ولی قبول نشد تو رو خدا دفعه بعد قبولش کنید چون دایی حمید خیلی دایی خوبیه همیشه واسه ما شکلات میخره عمو من هم دارم تمرین میکنم بزرگتر شدم بیام اونجا جای شما مجری بشم چون تا آن موقع شما دیگر پیر شدید یا اگه مجری نشدم استنداپ اجرا کنم یک بار هم تو مدرسه جلوی دوستام اجرا کردم امیرعلی گفت این چی بود دیگه بیمزه ولی من میدونم خوب بود اون الکی گفت آخه امیرعلی خیلی حسوده من اینقدر تمرین میکنم دیگه کسی بهم نگه بیمزه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم شمارم آخر نامه مینویسم تونستید زنگ بزنید صحبت کنیم فقط من از ساعت 6 تا 9 گوشی دستمه ساعتهای دیگه مامانم نمیذاره میگه در ساعت عقب میفته پس تو اون ساعت تماس بگیرید ممنون بوس بوس من شارژ ندارم تو پرانتز نوشته شما به هم زنگ بزنید شما به هم زنگ بزنید من 9 میخوابم لطفا قبل از 9 زنگ بزنید البته شما زنگ نزنید من خودم قبل از 9 زنگ میزنم البته اگر بعد از 9 زنگ زدم من نیستم بابایم است چون من خودم خوابم باربود از کرج شما هم بفرستید انشاءاتونو برای ما حتی اگه باربود از کرج نیستید هر کسی از هر کجایی که هستید برای کمپینه بگو بخند آندرلاین تیوی که صفحه برنامه است حتما اونجا هم براتون توضیح دادن که چطور برامون بفرستید خب کوروش برای اینکه گرم بشی میدونی من هنوز خجالتی هم وقتی مردم دست میزن معذب میشن خودم باید دست بزنم نمیدونم چی کار کنم خب من اینا رو میگم که گرم بشی میبینیم تو مسابقه اصلی اینم یه جورایی حضور ذهن میخواد یه کلمه بهت میگم عکس العملت میمیکت یعنی عکس العمل فیزیکیت به این قضیه ببین چی خب شهر بازی خب خوبه گلابی زیاد دوست نداری چرا؟ و زیاد بهش تا حالا نگاه نکردم همیشه خوردم بیشتر یه داره معذب بوده کوروش خیلی خوراکی هم دوست داره بده تو شاید بتونید حدس بزنید خب فلفل دلمه تا حالا سالمشو ندیدم
همیشه پاره پوره بوده. همش تو سالاد بوده. یا له بوده توی مرغ بوده. احساس کنم جلو فلفل دلمه یه ذره معذبی. آره، اون اینجوری خیلی مثبته. خب. چیز کیک. آخ. گرسنته. شکمو هم. آره. و عاشق چیز کیک هم. کدو حلوایی. احساس کنم باید جلوش مؤدب باشی. یه خونه درشته کهی. بزرگتر ماست. آره بزرگتر. خب خب. مرغابی لهستانی؟ یعنی چی؟ همون اردکه فقط لهستانی. اون میگه قازوفسکی. قاروفسکی چی میگه؟ کواکوفسکی. کواکوفسکی. ندیدم ایشالله که نمیخواد جلوش کاری کنی اصلا. خودم میگذرم. اون باید معذب باشه. خب آخرش هم اسم من نوشتن، عبدالله روان. نمیخواد آقا، نمیخواد. خب بریم شبیه چیز کیکی برام. خب هم رنگ هم هست. مسابقه بریم. یه عکس اینجا میاد، البته یکی نباشه. یکی اصلا من هیچی نمیدونم از این مسابقه. نه آسونه. بعد به حرفت هم مربوطه دیگه. عکس یه بازیگر در یه فیلم، باید بگی چه بازیگریه در چه فیلم، چون رو صورتشو میپوشونی. گرفتی؟ آره. همه متوجه شدی؟ دست بزنید براش. بفرمایید. بگو. نه نه نگید براش، چون کوروش میخواد خودش خیلی. امین حیایی فکر. در اخراجی ها. در اخراجی ها درسته. امین حیایی خود. بریم بعدی. خیلی گل امین. آه این سخته برات. فقط یه نشونه بهت میدم. این آقا یه بارم با کفش تو سفره راه رفت. چجوری؟ کی فهمه؟ یه نفر نگید دستشو بالا کنه. این آقا همیشه میگفت که دخترها و پسرام باید تو خونه خودم زندگی کنن. آها. محمد علی کشاورز در پدر سالار. پدر سالار. آره. من مشکل فراموشی اسم دارم. نه ولی خوبه. آره. خوب داره میگه. آقا آخه روحشون شاد بشه. نگید دیگه. خودم پرسیدم. ای خب بگو چیز بگو. اینو بگو. این آقای خمسه. بله تو پایتخت که تابلو بود. آفرین. اینجا هم هستیم با استاد. بله متشکرم. اینو بگو. آخه واه واه. به محسن تنابنده هم سلام میکنم. اینو بگو. ای بابا چه وضعیه؟ جام کنی بابا، این ساختمونه چه اینجوری کردی؟ آیه اینجوریه؟ تقریبا؟ زبانم سان کنم، ساختمونه باریکلا خراب میکنم سر دوم. آفرین آیه انتظامی. استاد انتظامی مرحوم توی اجاره نشین ها. بابا افتخاره. به به. من دوبار توی خنده بازار شوخی کردم با آیه انتظامی و خیلی میترسیدم. یعنی تیپشو تو در آوردی؟ تیپشو آره. و یه دونه توی فیلم روسری آبی بود که میاد بالا پله ها وای میستاد، گفتش که من میخوام با این دختره پاپتی قربتی بمونم تا بمیرم. آفرین. و خیلی میترسیدم. یه بارم تو گاو و بعد خیلی بعد فهمیدم که بهش گفته بودن و نه خیلی واکنش خیلی هم خوبی داشته. باریکلا. خب اینو بگو عزیزم. تا عزیزمشو میدونم. تو پلتره الان اکبر عبدی باید باشه. در باز مدرسه‌م دیر شد. آفرین کوروش. بعدی آسونه. داریم کسایی که سنشون بخوره. آره بابا دیدن. بعدی خیلی آسونه. یه چیزی بگم، اکبر عبدی اسطوره بازیگریه. بالا به نظر من هم. اگر شما بدونید چه فیلم‌هایی در چه سنی بازی کرده، یعنی واقعا نداریم رو دستش. نداریم. مثل اکبر عبدی فکر کنم نداریم واقعا. بگو. اصل دیگه. این آیه تنابنده. نه. آیه نصیریان. اسمش اومد ها. سعید آخانی. آها. آفرین. نونخه. نونخه. خیلی وقت چه بهتر ازش میذاشتی. آره یه خود بعد افتاده بود. این که خیلی راحت لباسش بخواه. آره آره میدونم که کیه. هوتن شکیبا. آره توی لیسانس ها. آفره سروش صحت. تنها کسی که این ترکیب لباس رو پوشیده. خب بریم بعدی. خدا بیامرزه.
نفر پشتی رو میگم آره. آره. زنده است. بازیگر زنده است. تو اینجا کچلم هست. این بار رضاعتاران باشه. آفرین. اگه سریال رو گفتی؟ به زنگاه. آفرین. چه راهنمایی زشتی که. بله خوب بود دیگه. آره. این بله آقا رضا و رضا من توی کوچه عقاقی ها بازی کردم. آخه ایشون هم مرحوم شده. ای گفتی هاشم هاشم بابا آسونه دیگه بگید سیوس گرجستانی آها فهمیدم ای خب بریم بعدی حافظه من آخه این کارا آره آخه آره این عکس واقعی بودش و ایشون هم خیلی نازنین بود حیف شد حیف شد آقای گرجستانی فوتبالیست حرفه‌ای هم بوده جوونیش خب بریم خیلی تابلوه آی لولایی دیگه حمید لولایی حمید لولایی در استیکر تو کوچیکه آره این زده بیرون یه ذره کوچیکه این دیگه خشار مصطفیه دیگه آره دیگه ببینمش بله عجب چقدر سخت خب عکس بعدی ای گفتی به محروم شکیبایی در روزی روزگاری آخ 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 چقدر سریال خوبی بود کیا یادشونه من که خیلی زیاد اونایی که ندیدن واقعا برید یه جایی ببینید خیلی خوبه دقیقاً و خانم ژالولوب که بله. من هم سایه‌شون بالا سر هنر هست خدا نگهش یه دونه دیگه هم ببینیم ایشون هم باید خانم خیرآبادی باشه قاعدتاً نمیدونم نه ولی خب چه جوری بگم خانم آخه خانوما همه یه جوری شبیه هم میشن یکی از تو کت جادویی همسرش هم بازیت بود خانم خیرندی خانم گوهر بله خیرندیش بله. فکر کنم بذار ببینیم بازم خودت هم نمیدونی برای چه نه دیگه درست آه 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 یه لحظه شک کردم کوروش آره خیلی ممنونم ازت کوروش جان خیلی لطف کردی فرصت اون روی پایانه یه جای یادم اومد که گفتی دو نفری با دوستم میشستیم اون یه جوک میگفت من یه جوک میگفتم آه یکیشو برامون میگی آها با سبک خودت آ نه حالا اونا که یادم نمیاد جوکای ببین یکی تخصصم جوکای خیلی طولانیه ولی واقعا همه برنامه‌تون رو گرفتم برام نمیگم ولی در مورد شهاب میگم یه شب شهاب خودمون شهاب عباسی بله. خواب میبینه که بزرگترین نون بربری دنیا رو خورده صبح بلند میشه میبینه دوشکش نیست حالا شما بگی جوکه ولی ازش بپرسید شهاب هم غذا دوست داره یعنی کوروش و شهاب میتونن واقعا یه رستوران رو همون روز یعنی درشو ببندید دیگه همین دو نفر باشن ماشاءالله ماشاءالله به افتخار آقا کوروش انگار اداره این لباسا رو بهمون داده آره سازمان تلویزیون اینا رو داده ست زدیم خداحافظی کنیم و بریم یه تجربه ای من دارم اینو باهاتون در میون میذارم خیلی کوتاه هممون دوست داریم که قدرت داشته باشیم همه چیزو به دست بیاریم همه کار بتونیم بکنیم و هر چیز قدرت هر چیزی رو داشته باشیم یه قدرت هست که هیچ کس شاید زیاد بهش فکر نکرده من پیشنهاد میکنم بهش فکر کنید یکی از انواع قدرته اینه که آیا در زندگیتون پیش اومده که این قدرت رو داشته باشید که کاری رو نکنید این یه چیزه این یه درسه که من خودم تجربهش کردم من مثلا هیچ وقت تو زندگیم سراغ انواع دود و سیگار و هیچ وقت ولی اینو داشته باشید ببینید آیا تو زندگیتون کاری بوده یا میتونه باشه که قدرت داشته باشید انجامش ندید ببینید آیا کاری هست که قدرت داشته باشید نکنید حالا اصلا کاری به کلمه‌های مشابهی که براش میسازن ندارم ولی به نظرم هر انسانی باید توانایی انجام ندادن یه کار رو داشته باشه به افتخار کوروش ممنونم ازت شب و روزگار و روز و بعد از ظهر و همه ایام بخیر با امید دیدارت خیلی ممنون خداحافظ همگی خداحافظ از این بره آروم برو منم بیا آره. مراقب خودتون باشید باباها رو از طرف من ببوسید و زنده باد خدا کوروش